25 فروردین سر مزار محسن شکاری جاویدنام قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان. مک بر ستمگر چشاق و شجراب مک بر خومنه ی زهاک. با سلام به بینندگان سیمای آزادی، من به عنوان یک جوان میخواستم بگم که همه در سراسر ایران میدونن که این جنایت مسمومیت دختران دانش آموز کار رژیم است، چون کسی به جز اینها مگر مرز داره بر مدرسه دخترانه حمله شیمیایی میکنن؟ اینقدر هم گسترده و سراسری، حالا دلیلش چیه؟ در قیام اخیر زنان و دختران نقش اصلی رو داشتن، به خصوص دختران مدرسه و دانشگاه، چون زنان و دختران مورد بیشتری سرکوب از طرف این رژیم زنستیز و ضد مردمی قرار داشتن و دارند، و به همین خاطر خامنه ای برای انتقام گرفتن از دختران دست به این جنایت زده. حالا سوال اینه که آیا رژیم میتونه به این وسیله قیام مهار بکنه؟ جواب ما اینه نه، چون مردم ایران به چیزی کمتر از سرنگونی و رسیدن به آزادی راضی نیستن. مثلا در شهر سنندج و گلشهر کرج و چند شهر دیگر به مدارس حمله کردند. این نشان از ترس رژیم، و انشالله ما در سال 1402 به کمک کانونهای شورشی این رژیم رو سرنگون میکنیم. با تشکر از این وقتی که به من دادید. ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، در حمایت از خلق بلوچستان، از زاهدان تا تهران جان و فدای ایران. نوید هستم از آبادان. ما به خاطر ترس از جنایت خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگرشون میترسیم بچه‌هامون رو بفرستیم تا با ترس نرس. همه دلایل مقصر اصلی این مشکلات کشور خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگرش هست. اما اینجا یه چیزی واقعیت ها بازم پذیرفته، این مردم ایران الان اتحادشون داره گسترش میده. مطمئن باشه که انقلاب پیروز خواهد بود و این انقلاب ادامه خواهد داشت. چرا نیروهای سرکوبگر توسط خامنه ای اینا برنامه‌ریزی کردن؟ به خاطری که انقلاب پیروز نشه، به خاطری که انقلاب به هدف خودش نمیده، اومده چیکار کرده؟ اومده نیروهای سرکوبگرش گفته که شما بیا شیمیایی بزن این به مدارس و مردم رو سرگرم کن تا جوونا نتونن روبروی حاکمیت بیستن. نظام جمهوری اسلامی دست به همین جنایت میزنه.
اما نمیدونی که جوانان دهه 70 و 80 و 90 هوشیارتر از خامنه‌ای هستند.